این بار مهمان این یار استیم، خان آقا سکندر آهنگر. خان آقا سکندر دکان باز میکنه و خبرم داره که امروز مهماندار است. طبق معمول او در شروع همیش آتش در میتر. حال باید لباسهای کار را بپوشه و در بین کره آتش آهن را گذاشته تا گرم شود. مهرابالدین و حاجی آماده مارتول زدن هستند. ما هم میخواهیم که ظاهراً یک آهنگر معلوم شوم. میارم باید بسته کنم که خدا نخواسته کدام تارش نسوزه. مهمان یار. سلام بر بیننده های عزیز تلویزیون تلو و علاقمندان خاص برنامه مهمان یار. با امیدی که همتان دارای صحت کامل باشین و در این مهمانی یار تا آخر با ما همراه باشین. اینقدر کار کردین، اینقدر مارتول زدین که این دل ما سرتون سوخت. با خدا خدا نکنه یک وظیفه ما شغل ما. آیا مانده نمیشین؟ نه ماندگی خود گیس نمیکنیم از اینکه ورزش شده با ما. یا ای که یک روز مارتول میزنین باز دو روز ماندگی میگیرین؟ نه ما پرم که کار کنیم اک میتانیم. وقتی که نام از آهنگر برده میشه پیش روی همگی یک مرد بسیار قوی هیکل، بسیار با قد بلند، با اندام بسیار کلان ظاهر میشه، اما این خصوصیات در شما دیده نمیشه. خب پالوان اندام نداره دیگه. خب همه خب کوره هستن، یعنی هم سنگدان است، ای هم ودان است، ای به ای چاپن میگه، به ای هم قلم میگه، اینی هم بوره است که رقم رقم به حساب آین کته و ریزه و رقم ها که میگیریم. برای اولین بار در کدام زمان پیشه آهنگری شروع شده؟ ای خود دیگه در زمان حضرت داود پیغمبری پیشه شروع شده. ما بعد قصه های بسیار شیرین و بسیار جالب داود علیه السلام شنیدیم. آیا شما کدام قصه از اونها را بیاد دارین؟ بله، یک استازا و قصه میکردن از حضرت داود پیغمبر که کدام نفر شمشیرش کت شده بود آورده پیش کیر لایسکو، یکی دمی سر بینی خود مانده شی کمی یک فشار داده لایس شده، دیگر روز باز کرد شده که باز گفته بیا خودم خیمه تانم که زده بینی رو پاهن انداخته. خب قصه جالبش بدنه. بله خب دوستان سعی کنین حکمت. خب شما چطور اگر کدام شمشیر کج بر شما بیاره شما چطور او را لایس می سوزین؟ ما دیگه بزره چکش ودان خود لایسش می سوزین. خب دوستان در این قسمت ما برتان یک تیشر آماده می سوزیم که باز بخیر دیگه خوب سعی چوب میده کرده بتانین. از طرف خلیفه نفر اولش هستی فیلن دیگه خودت را نمایی میتونی. خب مارتولا رو میشه برای ما نشان بتین؟ اینه توی این رودان مارتول تبرسر میگندک فامیده، این ودان که پیش خودت هست مارتول این را تیشه سر میگندک فامیده. امو گرنگش بخلم برمه دادی؟ یک گرنگ خواه یک ذره تو راست که ضعیف هستی که یک ذره اندامت خوبشم. نه ضعیف نیستم، یک کمک تجربه ندارم. خیلی یک چند روز که کار کنی یک ذره باز تجربه را محصول میشم. آیا امکان داره یک کسی که پدرش آهنگر نیست بچهش آهنگر شوه؟ خواه سوال حتمیز دیگه. حال پدر کلان ما اصلا پدرش آهنگر نبود، اما از حساب شاگردی خود همی دریافت کرد که میراثش به ما مانده. فعلا نیمل جان از بسیار زیاد مدت آرزو داشت که یک کس بکار یاد بگیره. این فیلم برداری خود کس بکار نیست، فقط یک کامران به دست خود گرفته. امیره نمیشه که پیشتون شاگرد بسازیم؟
کار انگری کار دیو کاریست دیگه، زور کاری زیاد است. یعنی اگه دل گردش داشته باش چرا یاد میگیرد می؟ خب این گپ که هست خیانت نمیتونه، بخاطر اینکه این بچه شیر و پراته است. نه در سنگ که قطع نشده باشه مشکل است زورش بکشه. بسیار گرنگ نیست؟ ما امروز این مرتول میزنم یا این چکش هست. شما در این آهنگری کدام وسایل میسازین؟ تشه، تبر، کارد ساتول، تبر قصابی، کارد مالک، این چیز پرزجاد باش، سامان های علبی سازی، چکش هست، چورسی هست، بالاخره چاپن هست، این هزار چیزی که بگن داینگری جور میشه. خب خان آقا، بخاطر ساختن این وسایل شما آهن از کجا میکنین؟ آهن خب بازار از دیگه شهر ساین فروش ها زیاده، از اونا میاریم هر روز آین. خب یعنی پرزجات موتر میگیرین؟ همه چیز سامان های موتر است، اکسل است بالاخره، زیادتر اکسل کار میکنیم. در این وقتا اکسل موتر نیمت هم میده شده، امورم برد بیارم؟ جورش میکنیم، تور، تیشه، یک چیزه برای ما جور خرابش یکیست. بیان بخر دیگه، بکشن آینیه که ما دیگه حوصله نداریم، یعنی میل اعظم میخواییم که خوب یک چند مرتول همی آینه بزنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از خود آگوار نکنم خدا را یاد کرده انشاءالله این گفت نسته. ضربه ما چقدر قویسته. در برای میبینیم دوستا گیجان صدا کن یک تفریح نگیریم یک بریک. دوستا امیل از یک وقفه میگیریم و در این وقفه ما ماندگی خود میگیریم، بعد از او باز بخیر بر شما کشه رو میسازیم. حال یک وقفه. مهمان یار یک زدن شما و صد زدن نعمت. چایان انگریستم مجیب جان که بعد از وقفه. مهمان یار خب خانه ها، ما شنیدیم که مرد آهنگر است. بگاره همه چیز هست، یعنی آهنگر اگه هیچ زور هم نداشته باشه دست پنجش انبوروار است. آیا در پیشه آهنگری روزی هم است؟ چرا نیست، از که روزی حلال هیچ پیدا نشه. کم است یا زیاد است یا چطور؟ خب او دیگه نصیبه را گپ است، از نصیبه بالا خورده نمیشه. و امی بخش که از دست میکائیل علیه السلام است، هرچی که برکی انداخ. خانوا امی وسایل که شما میسازین باز او را آیا مفروشین در بازار یا ای که به خارج صادرش میکنین؟ یعنی یک قسم تبرچه است که ما جور میکنیم به موسی یونستید میگن یونسیار، همون را خراوان میکنن که خارج توفه گویم. اما دیگه چیزاش همینجا کار ضرورت مردم است. در افغانستان واقعا از این وسایل که آهنگرا میسازن بسیار زیاد استفاده میشه، چون این همه وسایل ساده است، ماشین های ساده است، تبر، کلنگ، بیلوی گپا. هنوز ما زیاد پیشرفت نکردیم که ماشین های بسیار پیشرفته داشته باشیم، هنوز هم از این ماشین های ساده استفاده میکنیم. خب ماشین پیشرفته هم کار ما رو نتانه، ما تشه جور کردیم نفر تا چین برده امون نتانسته جور کرده دیگه، با ما اگه افتخار نیست. خیلی قراز گفتیم کلان افتخار است که چین به او قدرت خود نتانه جور کرده، ما یک فرد هستیم که نه کارخانه است نه چی، یک دزگاه انگری است به امون جور میشه و نمیتانه به افغانستان یک افتخار است. موسیقی
دوستا روزی حلال پیدا کردنش کار آسان نیست. مرا بس هست زیادش باز دیگه گناه داره. آیا شما آهنگرها بسیار قوی هستین یا ای که زرگرها بسیار ضعیف هستن؟ ای که میگن صد زدن زرگر یک زدن آهنگر. کلا واقعیت هست دیگه. اینالی شما زیاد قوی هستین یا ای که زرگرها ضعیف هستن؟ دیگه مسابقه که نکن آدم چی معلومات میشه؟ میشه که در مورد امی قصه کمک روشنی پرتین که این قصه به نظرتون چطور شروع شده که این اصطلاح و این ضرب المثل ساخته شده؟ ما خواه یک بچی کاکای پدرم است و همون آهنگر است، خیلی مشهور آهنگر که به اسم خلیفه سرور یاد میکننش. ما که خرد بودیم از خانه که مبرامدیم از این پس گردن ما که میگرفت اعتبار که سه روز هم درد نکد گردن ما. زرگرها که هستن متضریف ظریف کار میکنه که این قدر چک و شکا. باز آهنگرها که هست صاحب چکش نیست، مرتول هست. گرز رستم هست از آهنگرها خواه یکی میزنش در جهنم روانش میکنه. همه تو زدن نباشه خو واین دیگه نمیشه جور یک چیز هست. نعمت که هست زرگر است، اما یک زدن شما و صد زدن نعمت. و این خاطر که او دیگه خود جسد خود نعمت هم خورده است، فهمیدی چکشش هم خورده است. از ما که هست هم چکش ما هم کلان است و اگه صد تا دیم و اگه تا دیم اگه ما اطلاع را کتی مارتول دیم هیچ دیگه نمیافهم که چی میشه. منتا میرا بودین جان سون جسد نعمت سعی نکو زدنش باز بی بی. داگز دا میدان دیگه معلوم مگه با پشتو مگه داگز دا میدان باز معلوم میشه در صحنه عمل دیگه بانه. آمادگی دی بگی پسا نوبتت بخیر میرسه. از لحاظ زور و قوت آیا از آهنگر بترسیم یا از قصاب؟ از قصاب. آهنگر کارا رو یاد نداره. آهنگر قصاب یگان نجوری میکنه کار دا میکشه. خدا باز انسان از مارتول آهنگر نجات بده. انشاءالله که هیچ گفت نیست. خب خان آقا در زندگی شما آهن چقدر اهمیت داره؟ والا آهن خو گفته که صاحب من ناجوان نشه. من هیچ ناجوانی ندارم. یعنی صد سال هم اگه بگوی عمر داره، به صد سال هم بگوی عمر داره، هزار سال هم بگوی عمر داره. اگر خدا نخواسته آهن خلاص شد، بازو وقت شما چی میکنین؟ خب گفتن استازه که تا زغال است و آهن است، کار است. وقتی که آهن زغال خلاص شد، کار آهنگری هم خلاص خواهد شد. بازو وقت آهنگری رو بانین، پلاستیک گیری رو شروع کنین. خب بازو دیگه مسئله بعدی دیگه تا او اندازه نرسیده امکانش هم نیست که خلاص شد. چرا یک زمان سر دیوار خشت میزدن اینا گفتن چقدر دیمی خود زمین خدا هیچ خلاصی نداره بیا که بره مک رفتن 20 سال بعد 30 سال بعد که آمدن که باز هم همون ترپس قالب در گوششان میگه ولی هنوز هم خشت مالید بگرز که نمیگه دیگه دیو کاریست نه. دستای یک آهنگر با دستای اشخاص دیگه چی فرق داره؟ خیلی فرق میکنه. دستای آهنگر که پخته است نمیسوز اگه دیگه که سمو آتش قوغ را یا این سرخ را که ما میگیریم در دست خود که از دیگه اگه گرفت نوشه جانش. یک بکس ما و شما برابر است با یک انپلوق آهنگر. خب خان آقا آیا گاه اتفاق افتاده که هدف مارتول خطا بره و به شما اصابت کنه؟ نیت خود خطر داره. آهنگری را گفته تیغ بازی. هم دیروز هم یک ودان بستر خورد چره پرید که اگر در چشم میخورد خدای نخواسته کور میکرد اما در دست نفر که خورد همینجای در آمد این خطرها رو داره دیگه. تا حال شما کدام چیز جالب و مقبول از آهن ساختین؟ بدون از تبر و تیشه و ساتول ساختیم ما چیزایی ساختیم که در حساب آثار قدیم انتیک گویا در بازارهای مثلا بگرام اینجا مردم خرید فروش میکنه که خارجی ها میخرن و میبرن هر خب از قبیل چی ساختین؟ یه نه نمونه است که به حساب
خودش قیچی اما حساب و وقاب در خود میگیره. از آثار قدیم از 100 سال پیش 200 سال پیش انتراب به حساب میکنن. و او چی هسته؟ این هم به حساب قیچی است، یعنی یک شکل مار داره، یک شکل کوکه داره، یک گل برگ زده شده، استخوانکاری شده، یعنی فکر میکنی آثار قدیم است. واقعا بسیار جالب است. منتها یا فقط نمایشی است یا ای که قیچی هم کردن میتونه؟ نمایشی است، نمایشی است. اگه بخوای نفر که بر قیچی کردن باز دیگه فرمایشی میه که باز کلک خود نفر دادمش بتا و سپرت. خب باش که همین قیچی را سر نعمت اگه امتحان کنم ببینم که میبره یا نمیبره. آدم خزور است یا عالم. بیا تو یک دفعه. آله چای جوش زوب نسازم اینجا. نه نمیسازم انشاءالله. یعنی اگه او داشته باشه که زوب نمیشه، اگه او نباشه یعنی میال زوب است که مانده نیست. هیل هستن یا مجیان فامیده؟ هیل خیال آهن کدی زدی؟ نه مگن چای هیل هست، باغ بیل هست، چرمت هیل هست. چای انگریست هم مجیب جان که دگه از آزار چای بازار کده یا ای چای دگه چای هسته. اول برای خانقا بتیسیب، اول خانقا سیب قربان تن سیب، تشکر. کار وطنیست از ما خود دگه دانگری گر است دگه نمی زنده باد، مرا گر بسیار خوشمه و بسیار فایدام داره. این یک توتک اک شما میگیرم سیب، اینی توتیشه به حساب از ما خواست. اینه جان برو همه بتم اتیا خودت میگیری بایداره میگه اینه بگیر با گر گفته دان شیرین نمیشه تا که خود گره نخوری. هر کسی که بینی خود سیاه کرد آهنگر است. بعد از وقفه مهمان یار. هر کسی که بینی خود سیاه کرد آهنگر است. خان آقا در خانواده چند تن هستین؟ ما خود اگه فعلا به حساب اگه بگوی سه برادر هستیم هر سه آینگر است. شخصا خودم دیگه به حساب جمله 8 نفر میشیم، 6 تا طفل هست و 2 تا خودم 8 نفر میشیم. خب آیا شخصا خانواده شما طرفدار آهنگری شما هست؟ بله چرا نیستن؟ هستن. کدام وقت بر شما خود نگفته که بله آهنگری رو بان چی میگونی زیاد سرت فشار میاری ناک باناک؟ نه او گپا نیست. چرا از ما حساب میراثی که از بابا مانده و از بابا کلان مانده تا حال رزمی کسب ما دیگه شغل ما بوده کار کردیم. برای فرزندایت چی پلان داری و چی میخوایی که اونا در آینده چی باشن؟ من همی یک بچه مستک بالاخره باز وقت میگمش که درس و تعلیم تا بخون، اگر دکتر هم شوی باید آهنگر هم باشی. آیا شخصا شما درس خواندین؟ یک 5 سال مکتب خوانده. بعد از دیگه علاقه ما به می آهنگری بوده نه دمی مسلک مانده. همگی طرفدار کسب و کار هستن، اما یک بدی که امی کسب داره ایست که انسان از درس ها و از تحصیلات دور می سازن. خواه خوا دیگه. و اگر به می گفته شما هم یک شخص درس بخونه و هم کسب و کار کنه در او صورت دیگه هم تو نور علا نور است. علا نور است بله. آیا نمیشه که من نیم روز
به مهمانی برم، مصروف کارهای تلویزیونی باشم و نیم روز دیگه همکار شما باشم اینجا، شاگرد شما. هزار دفعه ما خوش میشیم. هیچ مزدم کار ندارم، فقط مرا یاد بتین. نکو شوق علاقت باشه که دکان دزگاه از خودت هست. دوستا امی کسب دیگه قسم یاد گرفته نمیشه، کسب و علم باید همیشه دزدی کرد. بلکل خواه امچاشت یک پاچه نیت کردیم بخیر. واقعا که یک نت بسیار پاک گرفتی. بلکل پاچه فیلم میگن بسیار قویستن. اونی اثر نمیشه با ما. جان امروز یعنی نخوت هم بخشید کت پاچه انداختن که بخوری امشان. شاگردی خو کدم باید نانشان بخورم دیگه. بیا انشالله دنیا با امید کرده شده. دو ساعت بعد دیگه چیزی که نصیب است از یار است بیاده. دیگه اگه سخت ها مانده بود معذرت ما را قبول کنه. هموطنان عزیز، بالاخره که توبه ما قبول شد و پاچه پخته شد. این پاچه امروز آهن گشته بود، هیچ پخته نمیشد. بالاخره این زاب شد. مگه نان گشنه دیر پخته میشه نیر؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، بر همه اشتیای خوب و نوش جان همه. نوش جان کو بیا بگیر. نوش جان کو بسم الله کو بخیر.